هیجان، نشاط، عشق، شوق، خوشحالی، خستگی و استرس، خرابکاری، همه در یک لحظه. سلام دوستان عزیز، خوش اومدید به برنامه Next Persian Star Extra. برنامه امروز رو میخوایم با یک جوان پر انرژی و پر ماجرا شروع کنیم. میپرسین چرا؟ خودتون خانم پانیس، خانم آسیا، آقا بگیر خانم پانیس، ما همه گزارش کرد الا من. نمیدونم چه بدر گشته رو آقا علیک مثلا چه مهمونی با شکوه شده واقعا چه مهمونیه با شکوهی. سلام علیکم. شما خیلی شلوغ میکردین، چه خبر بود؟ هیچی دیگه، اومدیم که بتل کنیم دیگه. اسمت چیه؟ My name is امیر وحید. امیر وحید به من میگفت اگه با من مصاحبه نکنی من شلوغ میکنم. اومدم باهاش مصاحبه کنم تا ساکت آروم بشه. بله. البته خوب باهاش شلوغ میکنه. آره، بد نیست دیگه، بالاخره جوونی و شروع شاق جوونی و فلانی حرف. خب از کجا میای؟ من مشهد. کار اصلی چیه؟ کار اصلیم من در اصل قصابم. با پدرم، ببخشیدا. میبینن درست؟ چش کار داره، خیلی خوبه. همه گوشت میخورن. خب از کجا باید تهیه کنن؟ از مغز شما. ولی خودم تنظیم کنم، تنظیم آهنگ. یه چند مدتی هم مثل یک سال و خورده ای هم از تو کار میخونم. همین چیز خاصی من. من میخوام بگم که خیلی خوشحالم که اومدم اینجا. ما هم خوشحالیم که اینجاییم. چه احساسی رو تو صدای خودت دوست داری؟ فکر میکنی باعث موفقیتت میشه؟ میدونی چه، من شعری که میخونم از ته دل میخونم، یعنی اون بغضه تو دلمه. من شعرام همه هم که گوش کنید میفهمید این شعر از ته دلمه، یعنی واقعا من از ته دل میخونم، چون بیشتر شعراشم خودم میگم. از شعری که خوندم، هزار بارم ازم دوشی بازم دل خوش به حرفاتم، به جای دیدن چشمات الان خیره رو عکساتم، همون عکسای رو دیوار که با عشق خوابشون کردم، میدونستم یه روز میشن همینا مرهمه دردم، چشم خیره رو عکساته، دلم دنبال حرفاته، هزار تا خاطره دارم که تک تک توی چشماته، که تک تک توی چشماته، یه فنجون توی دستامه، یه بغضی تو نفس هامه، خدایا شاید این لحظه اونم تو فکر اشکامه، اونم تو فکر اشکامه. میبویم اسم اینو میخواستم بگم، میبوسمت گارفیلدم، دلم برات خیلی تنگ شده. اینو میخواستم بگم، میبوسمت گارفیلدم، دلم برات خیلی تنگ شده. از پدر مادرم میخوام تشکر کنم که خیلی زحمت کشیدن برای من. این گارفیلدو من میبوسم، از اینجا دوستت دارم، عاشقتم، میمیرم برات. گارفیلد دوست دخترم. ایرانیه؟ آره. اسمش خارجی؟ آره، اسمش گارفیلد. دیگه چیز خاصی دیگه ندارم. اینجا که میبینید هتل مردان پالاس پانیز عزیزمون، دوستان گلمون، it's my friends، گرن گله گله. یه هفته است منو دادی دست خدا، خراب زمین و زمان رو سرم، نمیدونی که با کیادم خونه، نمیدونی که با کیا میپرم. این که من کلن ازم تپش قلبم دارم، یه مریضی بنام تپش قلب دارم. کلن دارم تپش قلبم دارم دیگه. اینجا هم که اومد دیگه قبلش میشترم، خیلی فارش خود کندم. نه خدا نکرد یه وقت اینجا نیفتی رو زمین. خب بعضی هم که دیگه از خستگی اینجا خوابشون برده.
ندارم هیچ. آقا اذیت نکن. عزیز من اذیت نکن. آقا بذار بخوابه عزیز من. میبینه نوبتش شده داره جلوی جوری میخونه. اصلا نوبتش شده؟ آخ جانم سال ها از من دوری، تو را توی باغی دیدم که سر تا سر خزان. امیدوارم قبول بشه. مثبت دیگه. دست از سر ما بر نمیداری شما. اکسترا همه جا باید باشه. چه خبر؟ هیچی. شلوغه؟ خیلی شلوغه. میکنم این بنده خدا همینقدر که زحمت کشیدن اومدن، این همه تلاش کردن، علاقه دارن به موسیقی خودش، خیلی خوبه. خیلی بهتر از اینی که بخوام برن دنبال کارهای خلاف. 100%. خب اینم یه پیام مثبت از نیما. بچه مثبت برنامه نکست ورژن استار. پس تو اکسترا نیایی یا اکسترا شلوغ زیاد میکنه؟ اولین بار اومدم نکست ورژن استار با شما، ولی خب دفعات قبل نگاه میکردم. این چیزی هستش که برنامه‌ای هستش که همه نگاه میکنن، منم نگاه میکردم پشت صحنه. خلاصه حواست سال هاست میشناسم اصلا قبل از تلویزیون، ولی خب همیشه فعال بوده و همیشه هم در تماس بودیم. خسته نباشی. مرسی. تو هم همین. خلاصه حواست باشه هر چی بگی ما تو دوربین اکسترا داریم. زیاد چیزی نمیگم. خیلی هاشون خوبن، یعنی نمیتونم بگم همهشون خوب، بالاخره اشکال هست، ولی خب حتی یه تعدادشون انقدر خوب هستن که خود اونایی هم که نشستن دارن میشنون، یعنی هنرمندامون، خودشون هم سورپرایز میشن. واقعا چقدر از راه های دور اومدن، شب نخوابیدن، خیلیاشون مشکل داشتن، نصف شب رسیدن، دیگه فرصت نبوده، هتل گیرشون نیومده، دیگه برای خودشون تو ماشین هم تو هتل صندلی ها منتظر موندن. عزیزم والا توانه میشته از این بودایی جان، ولی خب متاسفانه نشد اونجوری که میخوام اجرا بشه و کارا پیش بره. حالا نظر هیئت جوری بد نبود، ولی خب من خودم راضی نبودم عزیزم. امیدوارم برم بالا و در مرحله بعدی بتونم جبران کنم. امیدوارم که ببینم. مرسی. مرسی. یکی را دوست می‌دارم ولی افسوس او هرگز نمی‌داند. خب حالا بالا شو. بریم بالا. نه برگ گل نوشتم من که او را دوست می‌دارم. خب مهدی جان شما چطور؟ خوب بود، راضی بودم. راضی بودی؟ آره، هم خودم راضی بودم، هم هیئت جوری راضی بودم. میکروفون دزدیده نمیده. میکروفون نمیده. نمیذاره بذاره. من چیکار کنم؟ جواب جان برو بذار اسپانز. خب بگو عزیز. سلام، خوب هستی؟ خسته نباشی. راضی بودم. دوباره سلام.
بگم بازم نه دیگه ارمانت سرگل و سیب بار را بیس من دستا تکا پینایم شیار شیارم ناتلی بی بار سیای دخور زلیر چما گوبش دردی دگران بابا تگای مکر اکشین مباری تر پشتی تنم تخت چیان بابا اکشین محسا تراکبناک من اکشین محسا تراکبناک من واو عالی بود این به چه زبونی بود من که نمیفهمیدم چی میگه متوجه نمیشدم ولی واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم با اینکه متوجه نمیشدم مرسی شما لطف دارید سلام عرض خیلی با احساس شما و همه بیننده های عزیز شبکه تیوی پرشیوان این به زبان کردی کرمانجی هستش کردی کرمانجی کجا؟ کردی کرمانجی کردی شمال خراسان هستش البته ترکیه هم کرمانج داره و اینکه این آهنگ در مورد پدر هستش که داره ستایش پدر رو میکنه و اون سوزی هم که توش هست به خاطر اینه که داره از غم پدر میگه آی سوزش خیلی زیاد بود الان ببین دستای منو ببین خیلی قشنگ بود خب از کجا میای که این آهنگ رو میخونی گویش خودته؟ من از استان خراسان شمالی شهر بجنورد میام و اینکه این آهنگ ملودیش مال خودم هستش توی مسابقه میخوام آهنگای خودم رو فقط بخونم ملودیش مال خودتون تکستش هم مال خودتون؟ نه تکستش مال یکی از دوستام صادق آدینه عزیز که از همجا بهش سلام میکنم و اینکه برای یکی از دوستان ساختم امیدوارم که مردم دوست داشته باشن آهنگسازی کارت آهنگسازی میکنم گیتار میزنم کیبورد میزنم اینکه کار اصلیم خب شغلم شغل آزاده ولی خب موسیقی حرفه عاشقانه است دیگه چسبیدیم بهش خیلی قشنگ بود مطمئنم که روی صحنه هم خیلی جای قشنگی خواهی داشت ولی نمیدونم چه آهنگی میخوای بخونی اونجا یه دونه اینو میخونم همینم میخونی؟ درصد و یه دونه یه آهنگ دیگه دارم یه ملودی ساختم اونم واسه یکی دوستای دیگه‌مه به اسم ققنوس که اونو میخونم اون به زبان فارسی اون به زبان فارسیه یه دونه فارسی یه دونه کردی من اونو که نشنم روی صحنه میشنم ولی همین که خوندی واقعا اصلا نمیدونم چی بگم خیلی عالی بود عالی بودی یعنی واقعا قشنگ کنترل رو حنجره داشتی کردی هم خیلی حال کردم واقعا دستت درد نکنه خیلی خیلی خوب بودی صدای بالایی که تو این دو تا آهنگ خوندی من دوست داشتم میتونی باز خودت یه داز راهی پیدا کنی مثل شهرام شکویی ولی تو یه داستان دیگه والا من آکادمیک تقریبا 8 سالی هستش که شروع کردم 8 ساله دارم آکادمیک کار میکنم ولی کم نیست خوبه ولی خب بازم جای پیشرفت خیلی هست روزی چند ساعت این آکادمی آزادی که میری والا هفته‌ای 4 جلسه است 4 جلسه یک ساعته که خب میشه 4 ساعت دیگه و اینکه خب به صورت تجربی هم من تقریبا از 9 سالگی دیگه خب آواز میخوندم زمزمه میکردم اینجوری خب خیلی هم عالی این همه را از شهر بجنورد گفتی اومدی تا اینجا برای اجرا در نکست پرژن استار که واقعا جای تحسین داره مطمئنم که موفق میشی امیدوارم به درجات بالاتر راه پیدا کنی نیمه نهایی نهایی مرسی دعا کنید واسم دیگه دعا میکنیم من برات دعا میکنم قربون شما برم محتاجم به دعاتون امیدوارم که همه شرکت کننده ها به حقشون برسن صبوره خوشگی بود میامی
میدیدی زندگیم چه سود و کوره، آسمون از غم دوری بالا روز و شب میباره، میگه تو زندگیمون منو تنها جا میذاره، خاطره مثل یه پیچک میپیچه تو تن خستم، میگه حرفی که ندارم دل به خلوت تو بستم، دل به خلوت تو بستم. خب چه احساسی داریم؟ احساس خوبی دارم. استرس که نه؟ استرس نه مدرسه. شما چی؟ من استرس ندارم. خیلی خوبه. امروز با هر کی حرف زدم گفت من استرس ندارم. خیلی خوبه ها. خب من اجرای زنده زیاد داشتم دیگه به خاطر همونه. شما چی؟ نه اجرای زنده نداشتم ولی خب ریلکس هم خوبم. آره. شما ذاتن ریلکس. آره خوبم. آره. تنهان هر کدوم یه جور معمان، بعضی واژه های رازن، بعضی واژه ها بی معنا. مرسی. مرسی. آهنگ بعدیتونو. یه شب تو خواب وقت سحر، شهزاده ای زرین کمر. آقای مقدم وقتی به شما گفتن یه پرده پایین تر بگیر، تازه ما صدای گرم و خوبی ازتون شنیدیم. اصلا دنبال داد زدن و فریاد نرو. من امروز صبح ساعت 6 رسیدم. پس چی نخوابیدی دیشب؟ بسیار عالی، بسیار خوب. شما 6 صبح رسیدی. اگه من جای تو بودم اینجا لال بودم. خیالم راحت. ولی اونچه که هست صدای گرم و خوبی داری. کارت هم همین خوانندگیه یا نه کار دیگه هنر دیگه داری؟ هم آرایشگرم ولی بیشتر فعالیت خوانندگی دارم. خب خوبه، فکر می‌کنم برای مشتریات میخونی ها؟ خیلی هم جالبه نه؟ جدا هم میخونی وقتی داری موهاشون رو میزنی، استایل میکنی، میخونی برشون؟ واسه بعضی از مشتری ها. آره. چقدر خوب، پس باید بیشتر پول بدن. حالا دیگه اجرای زنده است. توی آینه برام خورشید و کاشتی که بیام، قفص آخر این جاده گذاشتی که بیام، مگه تقصیر منه، عشق تو تقدیر منه. شما کار چی؟ من کارم آزاد هستش. خب کار شما پس خوانندگی نیست؟ نه جز به سرگرمیت تقریبا. چی شد که تصمیم گرفتی بخونی؟ عرض به حضورتون که برام یه مقدار فان بود. تقریبا قصد مسافرت داشتم، بعد دیگه تبلیغاتون رو دیدم، دیگه گفتم حالا میرم یه تستی میزنم ببینم به چه شکلی خودم رو معک کنم. معمولا توی مهمونی ها میخونی؟ پیش دوستات میخونی؟ بله بله، پیش دوستا بیشتر، تو مهمونی ها. آره. چی تعریف میکنن دوستا وقتی صدا رو میشنون؟ میگن بد نیست. حالا دیگه زیاد میگم چیز نیستش که حالا حتما مطمئن هستم روی این قضیه، ولی حالا معک میزنم خودم. دوباره جمشید توی دوربین اکسترا. بله بله بله. امسال هم یه آهنگ جمشید بخونی؟ نه، واقعیتش رنگ صدایی من با جمشید خیلی فرق میکنه. به هر حال خب حالا قیافه شبیه همه ولی رنگ صدای من با جمشید خیلی فرق میکنه. حالا جمشید رو نزدیک دیدی؟ نه نه، خیلی دوست دارم ببینم. اگه ببینته تعجب میکنی که چقدر شباهت داری بهش. آهنگ مورد علاقت چیه که همیشه گوش میدی توی خونه؟ من کارهای حامی رو خیلی دوست دارم، کارهای ابی رو دوست دارم، کارهای خانم گوگوش رو خیلی دوست دارم. از خوندیشون؟ آره من اجرا کردم. من همونم که یه روز میخواستم دریا بشم. اجرات با دفعه قبل فرق داشت؟ بهتر از دفعه قبل بود به نظر خودت؟ صد درصد. صد همین درست. مهمه که همیشه خودت رو با اجرای قبلیت مقایسه کنی نه با دیگران. درسته. من هلوهوش پانیزا جان هلوهوش
دو سال خورده ای فقط صدا کار میکنم، یعنی تمام محورهای صدا رو میشناسم، ولی اونجا استرس هستش. به هر حال جدیدنم کسایی آوردن که همه غول موسیقی ایران هستن، به هر حال نظرشونه، منم به این نظر احترام میذارم. الان که حالت خوبه؟ خوبه، خوبم، خدا رو شکر. خوب. حالا که جلو دوربین اکسترا آمدی بهترم شدی نه؟ بله. ریلکس تر شدی. 100%. مرسی جمشید. من نمیدونم چرا دوست دارم صدا کنم جمشید. حتی اگه بخوام اسمت هم صدا کنم یادم میره. شما لطف داری. حتی اون برگه ای که من خوندم اسم من و شمارم اونجا بود، نوشته بودن جمشید. من آره حتی به من گفتن اسم چیه، گفتم محمد، گفت اینجا نوشته جمشید. که ببینین همه به اسم جمشید میشناسنش. همشهریات هم صدات میکنن جمشید؟ همشهریام کسایی که خب چون اونجا کارم موسیقی هستش، اونجا تو رشت دفتر خدمات مجلس عروسی دارم، تالار و شام و موزیک و فیلم برداری، یه سری بچه‌ها که از قدیم منو میشناسن صدا میکنم. فقط یه تیکه میتونم یه تیکه کوچیک اجرا بکنم. از چه آهنگی؟ از آقای حامی. اوکی. وقتی میخندی زندگی زیباست، چشمای سردت مثل آسمون، هم رنگ دریاست با تو تکرار شوق پروازم، با تو دنیایی. آقای شما فکر کنم بعد اپرا بخونی مخصوصا این طرز خوندنتون اینا، باید فکر کنم اپرا بخونی خیلی بهتره. رو بغض ابرا نامه نوشتم، قلبم و مهر نامه گذاشتم، با تو میگیره ترانه هم جون. آهنگ سیاوش خیلی خوب خوندی با این سبک، من دوست داشتم، ولی اون کپی آقای خود آقای حامی بود. اگه دنیا بخواد من و تو تنها بمونیم، واسط میمیرم جواب دنیا رو میدم. گام تو میتونی بگیری ولی به نظرم بدون گیتار بخونه بهتر صدا تو میشنوی. سفر بخیر مسافر من. مهدی کوهی هستم از کرمانشاه. به به، شماره تون مهدی جان؟ 75 استاد. 75؟ مرسی. به برگ گل نوشتم من، به برگ گل نوشتم من که او را دوست می‌دارم، مثال عکس قرص مام میونه آم نشستی. بسیار عالی رافا جون، من این ترانه رو اصلا نشنیدم. اول بگم نمیدونم مال کدومی کرد، اصلا مال عقیلی که خودمون نیست، حالا شادمهر هم نمیدونم. من خیلی وقت پیش شنیدم. البته بگم رو موبایلم رو همون تراک نوشته بود عقیلی، دقیق یادمه، خیلی وقت پیش شنیدم. آقای خواننده جدید اومده توش عقیلیه شاید، من نمیدونم. حالا در انتها من سریعا باید نظر خودم بگم، رافا جون خیلی خوب میخونی. با تموم خستگیام، با تموم خستگیام. قدرت صدات که خیلی خوبه، یعنی قلدر میخونی و همچین صدا مشخصه که ازش میتونی خیلی بیشتر از این استفاده. من فقط در مورد انتخاب آهنگ یه مقدار مشکل داشتم. آخر اجرام بود که اومدم بیام بیرون، اول عارف گفت عینک تو درار ببینم بهت میام، درار بودن گفت خیلی بهتر شدی چرا عینک میذاری. بعد اومدم خواستم بیام بیرون، آقای وارتان گفتن عینک تو بزن. بعد من موندم تو چیکار کنم،
گفتم نه آقای عارف گفته دیگه درار، چون خیلی دوستشون دارم دیگه درار اون اومدن بیرون. حالا آقای وارتا شاد ناراحت شه. تو این روزای بی کسیم اگه به دادم نرسی، یه روز میای که دیر شده، فیگور و هیکل به درد صحنه میخوره. نه من دستام جلوی شما داره تو میلرزه. نمیدونم میخوای باشه رو چشمت یا خوبه. یه کانتاکت لنزی یا حالا بذار یه دفعه بردارن عینکشون رو بدون عینک. مهدی جان ببینیم بهتر قیافه. بله خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا چشم جناب عارف من اصلا صداها رو داری، خیلی هم قشنگ میخونید. این کار از خوشگل و قیافه و کاره خیلی خوبه. حالا عینک تو بذار نخوری زمین، نخوری زمین. نه نه اینکه نظریه مدل دیگه بذار، یه فریم دیگه خواهش لیزیک بکن تمومه. حالا فکر میکنی که بذاری بهتره یا برداری؟ حالا خودت فکر میکنی چه جوری بهت میاد؟ من چون خیلی دوست دارم آقای عارفو اینو گفته دیگه نمیذارم. حالا اینکه تو بذار ببینم. من فکر میکنم هر دوتاشون درست گفتن، هر دوتا بهت میاد. آقای عارف گفت در بیا. اینک آره گفت بدون اینک خیلی خوش میاد. حالا چیکار کنم اینطوری؟ به نظر شما چیکار کنه؟ عینکشو در بیاره یا بذاره؟ یا اینطوری میذارم بالا هم شانس نیه با میارم پایین. اکرموشاییم. اکرموشایی اومدی؟ خوب خیلی هم شادی، روحیه میدی کلی به همه. چطور بود تعریف کردن؟ همه تعریف کردن، فقط یکم من 72 ساعت نخوابیدم. پشت فرمان بودم، فرودگاه اومدم. گفت همین انقدر بشاشی؟ آره دیگه. اگه خوابیده بودی چی کار میکرد؟ به خوابم انرژی بیشتر میشه من. پس نخواب. نه دیگه نمیخوام. تصمیم گرفتم تو آخر عمرم نخوابم که برای برنامه بعدی. خوب بود، همه تعریف کردن، فقط یه مقدار استرس بود تو صدام که گفتن مشخص مال خستگیه. اما همه گفتن مشخص این کاری، همه نظرشون مثبت بود. حالا کار اصلی چیه؟ واقعا این کاری؟ آره، من 15 سال کار موزیک انجام میدم. کجا اجرا داری؟ اجرای زنده زیاد داشتم، هم کنسرت داشتم، بعد یه آلبوم هم رو سایته که میتونن علاقه مندان برن رو سایت دانلود کنن. حالا اسم نمیارم، اما مهدی کوهی یا محکو اگه لبتر کنم صدای رفتنت میاد، حواسم پیش چشماته. یا هنگ خودت بخون اگه لبتر کنم و بخون. اوکی. اگه لبتر کنم از روزگارم، میفهمی سخت محتاج بهارم، اگه لبتر کنم از آه سردم، میتونی حس کنی دنیای دردم، دو دل بودم برم یا نه بمونم، عصای رفتنم یاری نمی کرد، کسی از روی احساس ترحم برای موندنم کاری نمی کرد. شما سازم میزنی؟ آره گیتار، اما خب سازم گیتار تو نیبود دیگه، خواستم حسم تقسیم نشه، بیشتر تمرکز رو صدام کنم. همینجور که بچه ها دارن میزنن و میخونن، تا هفته دیگه و یک برنامه اکسترای دیگه با همگی شما خدافظی میکنم. بای.